یک بیننده رو یه حرفی زده بودیم، بیننده محکم ما رو یخه ما رو به زبان عامیانه چسبید که آقا تو که گفتی دلیل بیار. ما در مورد چین گفته بودیم که چین فتنه از شرق میاد و این چین همون مشکل از چین خواهد اومد. بگوییم حدیثی هم داریم که میگه شما با اینا جنگ میکنید. حقیقت این است که من باید اعتراف کنم که آدم گاهی در پشت تریبون حرفایی میزنه که 100% درست نیست. من برداشتم بود، نه این است که حدیث صریحا بگه، چون که وقتی پیغمبر ما زمان و مکان رو مشخص نکرده ما نمیتونیم بگیم تا وقتی که اون اتفاق بیفته. هنوز این اتفاق نیفتاده که چین اون فتنه بزرگ رو درست کنه، اما حدیث داریم که فتنه از شرق میاد، فتنه از شرق میاد. و حدیثی که داریم که سر اون من فکر کردم که چین این کار رو میکنه، مشکل چین برای ما یه مشکل بزرگی درست خواهد کرد، اون حدیث رو میخوام براتون بخونم. و ولی بازم تکرار میکنم، من نمیگم این حرف مثل حرف اولم نیست که 100% درسته، چون که تعبیر و تفسیر منه. تا گفتم تا پیغمبر مکان و زمان مشخص نشه ما نمیتونیم بگیم که مثلا این در مورد چین بود یا آمریکا بود، اما من این تفسیر رو کردم. شما ببینید شاخکای غرب الان به اصطلاح بیدار شده. در اعلامیه فعلی چی گفتن؟ گفتن که آقا توی غرب که جمع شدن که چین خطر بزرگی. آمریکایی‌ها بارا گفتن که ما در دهه‌های آینده با چین خیلی مشکل خواهیم داشت. و چین واقعا یک دولتی است که مثل بقیه دولت‌ها نیست. یعنی اگر پیشرفت هم کرده دیکتاتوری هم هست و این دوتا خطرناکه. و مثلا اشتباهات خودم جبران میکنم. مثلا من یه چیزی که خیلی خوشحال بودم اینا صاحب یک فرزند میشدن، ولی فورا فهمیدن، گفتن که آقا قانون یک فرزندی، ملغا دو فرزند. یک سال بعد فهمیدن که دون اینم کار نمیده، گفتن سه فرزند اجازه دارید. حالا گفتن که نه آزاده، چون میدونن که جمعیت زیاد است که انسان رو پیش میبره. و اینا چیزای خطرناکی است که چین داره، چون یک قدرت شیطانی است. شما ببینید چرا میگم شیطانی، برای اینکه ترکستان رو بلعیده و مردمش رو ای کاش مثلا بیاد تصرف کنه. مثلا روس اومد افغانستان رو تصرف کرد، آمریکا هند رو انگلیسی‌ها گرفتن، آمریکایی‌ها عراق گرفتن، ولی اینا نیومدن دیگه مردم رو ببرن توی اردوگاه‌ها بگن برای ما کار کن. چین این کارام میکنه، میلیون ها نفر برده در اردوگاه ها، حتی موهاشون هم که دراز میشه قیچی میکنه میفروشه. خب این با این دولت تو چی کار میکنی که یک ملتی رو که 30-35 میلیون جمعیت رو این دفعه اینجوری کرده؟ خب این فردا اگه بیاد مثلا افغانستان یا بیاد تاجیکستان یا بیاد ازبکستان یا بیاد ایران، همین کارو با ما هم میکنه. این نیست که مثلا بتونی مقاومت کنی. اینا مثلا افغانا میگه ما جلوی روس و انگلیس ایستادیم، اینجا این نمیاد که با تو جنگ کنه، همه رو از خیابون جمع میکنه، از شهر جمع میکنه، خصوصا وقتی که دیگه الان یک کمی به اصطلاح پرده داری میکنه. اینا چیزایی است که خطرناکه، متوجه هستید؟ و چیز دیگه این است که پولدار شده، همه دنیا رو قرض داده و غربی ها از همین ناراحتن. تاجیکستان الان تا خرخره در زیر قرض ایناست، همه جام جاده درجه یک میکشه. یه وقتی کوه ها مانع بود که چینیا بیان این طرف، صحرا و کوه مانع بود که بیان طرف غرب، همیشه مشکلاتشون در شرق بود. الان به پیشرفت توی همون تبت هم جاده کشیده، جاده هایی که تعجب میکنی. الان مثلا پامیر افغانستان کسی نمیتونه بره، اما جاده کشیده داره میاد. در تاجیکستان کشیده، در پاکستان کشیده، هندیا باشون مشکل دارن که اونم مثل خودشونه دیگه. لذا اینها چیزایی است که ما میبینیم. از اون ور ما ببینیم که کشورها هم هر روز به روز از مسلمان ها ضعیفن، چون غربی ها با مسلمان ها مشکل دارن. تا مسلمان یک کشور سر بلند کنه سعی میکنه اونجا یه پادشاهی ضعیف بیاره، یک حاکم ضعیف بیاره، کوشششون همینه همیشه. و مسلمان ها میبینی که اصلا هیچی نداره و باز مسلمان ها خائن هم هستن خیلیشون. الان ایران شما ببین، اصلا ممکن است که چین 25 سال قرارداد بسته به ما نمیگه. میگیم چرا نمیگی؟ میگه چین گفته نگو. معلوم است که داری جاده رو صاف میکنی که چین بیاد. آخرش مشکل اینها با ترک و عربا میشه طبق تفسیر من. اینجا رو میگیرن، شاید پاکستان نتونن بگیرن، شاید در افغانستان تا حدودی دچار مشکل بشن، ولیکن میان جلو به نظر من. و حالا شما ببینید که چرا در ایران من معتقد هستم که اینها میان. شما نگاه کنید الان تمام دنیا، اینو لطفا بیارید آفرم، تمام دنیا داره انتقاد میکنه از چی است این ارزم بزرگ شما که سینکیانگ چین یا با همون ترکستان چین رو این گرفته. همه مردم چی کرده؟ این احمق سفیر ایرانه، فقط برای اینکه به چینی ها کمک کنه رفته اونجا، میگه رفتیم در ارومچی چقدر پیشرفت کرده، رستوران رفتیم، مسجد رفتیم. بابا اونا اصلا مسجد ندارن، مردم از خونه ها میبره. یه مسجد تاریخی گذاشته برای خودش، میگه اونا مسجد دارم، رفتیم در رستوران رفتیم، غذاها به نام ترکی بود، همش دروغ.
خب یه ممنوع تا فرمان، یه همچین یک چنین دولت ممنوع تا فرمان، چنین دولت نوکری فردا که چین بیاد دیگه، خصوصا که اینم دیکتاتوریه اما پولم نداره، چین بهش قرض هم میده، قرض که داد آقای تو شد دیگه، یکی میگفت هرگز قرض نکنید، یکی از بزرگان و قرض هم ندید، قرض هم کردی نوکر شدی. بله این مشکلات هست. حالا حدیثی که من به شما میگم اینه، عرض به حضور شما، حدیث اینه که جبیر میگه که زیمخبر پیش ما آمد از اصحاب پیغمبر است، میگفتیم که به ما خبر بده از هدنه، هدنه یعنی سل، حدیث بیاریم که من برای مسلمان ها بخونم. خب میگه از سل به ما خبر بده، منظور سل با نصاراست، ما اصل مشکل ما با یهود و نصاراست دیگه، همیشه با اونا در حال جنگ هستیم. پیغمبر میگه از آینده خبر داد که شما با رومیا سل میکنید، یعنی سلی که به اصطلاح سل حقیقی است. چرا؟ چون هر دوتون دوچار مشکل هستید. شما میدونید در طول تاریخ، برگرد متفرمان، در طول تاریخ ما و رومیا در حال جنگ هستیم، حالا هم هستیم. حالا اونا البته غالب هستن، کاملا مواظبن که کسی سر بلند نکنه. الان هم در عراق هستن، در افغانستان هستن، در سوریه هستن، همین چهار تا جایی که ما خیلی جاها هم گرفتن از ما و خیلی جای دیگه هم هستن، در لیبی هستن، یعنی لیبی جلوی چشم ما همه جور امتیاز داد که ولش کنن اما غرب ولش نمیکنه. خب اونا مشکل نصارا با ما یا رومیا با ما یک مشکل تاریخی است، از اول تاریخ شروع شده، چون ما پایتختش گرفتیم دیگه، ما دمشق گرفتیم، انطاکیه رو گرفتیم، استانبول رو گرفتیم، لذا این درد اونا نمیتونن فراموش کنن. ولی پیغمبر گفت در آینده شما با هم صلح میکنید، با روم که در حدیث دیگه میگه مزردا. خب باز چرا صلح میکنید؟ برای اینکه فتقزون انتم و هم عدوون من ورائکم، میگه با یه دشمنی که پشت سر شماست جنگ میکنید. در حدیث دیگه اومده پشت سر اونها و پشت سر شما، این منظور این یعنی چی؟ پشت سر ما کی؟ از شما نقشه جغرافی رو نگاه کنید، جلوی ما، این البته مخاطبش هم باز عربا هستن، پشت سر رومیا، اگه جلو روم باشه پشت سر چین و هند دیگه، کسی دیگه که نمونده پشت سر، اقیانوس هست، روم که آمریکا هم روم حساب میشه، در حدیث اومده روم تمام نمیشه، روم زدی ورا و روم، پشتش روم دیگه است، پشتش روم دیگه است، حالا آمریکاست، برزیل است، همش رومه. خب میگه شما صلح میکنید با یک دشمن که پشت سر شماست، همین دشمن، من تفسیرم اینه که چین باشه، برای اینکه این با این جمعیتی که داره به داره هم زیاد میشه، روسیه سال به سال جمعیتش کم میشه، من گمان نمی کنم که روسا رو از سیبری بیرون نندازه و گمان نمی کنم که تاجیکستان و قرقیزستان رو نگیره، چون اون طرف زورش زیاد نمیرسه، ژاپونیا، ویتنامیا، هم به اصطلاح کره ای، دولت‌های غربی اونها رو اجازه میدن که پیشرفت کنن، چون اونها از اونها احساس خطر نمی‌کنن، یک مسلمان‌ها رو که اجازه نمیدن. پس زورشو که الان قدرت پیدا کنه و باید استعمار کنه، معمولاً ابرقدرت‌ها باید استعمار کنن تا پیش برن، جنگ می‌کنن. حتماً به این طرف می‌رزونه، این تفسیر منه. خب اما خطر که به روی رومیا رسید، رومیا با مسلمان‌ها متحد میشن چون جنگ مسلمان‌ها می‌کنن. طبق این حدیث و میگه بیا با هم صلح کنیم. صلحشون هم صلح حقیقی است. باز میرن با چینی‌ها می‌جنگن. نظر منها. ولی تو حدیث نیومده، میگه با اون دشمن میجنگن و پیروز میشن و غنیمت میگیرن و سالم برمیگردن. بعد از اون که برگشتن، بیارید حدیثو، در جایی که به مرجن زی تلول، به جایی که به اصطلاح به یک چیزی مرتعی، چراگاهی یا زمین صافی که تپه تپه است، اونجا میگه میشینن با هم، اونجا مشکلی رخ میده. مشکل چیه؟ در اونجا یک نصرانی صلیب بلند میکنه، میگه که ما بردیم غلب الصلیب. یکی از مسلمان ها عصبانی میشه که جنگ ما کردیم، تو داری افتخار میکنی، بلند میشه و این صلیب میشکنه، صلیبی که شکن، میگه روم هم خیانت میکنه و میاد برای اینکه قتل عام کنه مسلمان ها رو، جمع میکنه نیروهای خودشو. و در حدیث دیگه هست، ممنوع تا فرمان، در حدیث دیگه هست که میگن که ما میان و با 12,000، حدیث بیارید، 12,000 با 80 پرچم میان، با لشکر میان و هر لشکرم 12,000 سرباز داره، به جزیره عرب هم حمله میکنن. اینو پیغمبر خبر داده. من کلش این بود، بیننده عزیزی که از من پرسیده بودی، من کمی شاید غلوف کردم و اینم دارم به شما میگم، یک تفسیری که خودم میکنم، میتونه اصلا چینم از بین بره و این حدیث تطبیق نکنه، ما نمیدونیم کی تطبیق میکنه، ولی که با توجه به اینکه حدیث های دیگه درست در اومد،
پیغمبر گفت که قلم منتشر میشه، بازارا نزدیک میشه، عرب ها در ساختن ساختمون با هم چی میکنن، رقابت میکنن، خیلی چیزای نشانهای قیامت داره درست در میاد، یکی یکی میتونه اینم درست در بیاد. ظاهرا چین یک دولت عجیب غریب است.